سلام، شبتون بخیر. این قسمت 130 شبنامه هست. قبل از اینکه بحث‌های امشب رو شروع کنیم، یک درخواست از شما دوستان عزیز داشتم. لطفاً ابهامات خودتون رو در قالب کامنت برای ما بفرستید که فردا طبق اون قولی که داده بودیم، یک روز از شبنامه رو به کامنت‌های شما اختصاص بدیم و ابهامات شما یا حتی نکاتی که دوست دارید مطرح بکنید رو در قالب شبنامه ارائه بدیم. موضوعی که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم پیرامون صحبت‌های شب گذشته هست، به بهانه اتفاقی که روز چهارشنبه در خلیج فارس افتاده. نیروهای مسلح ایران عملیاتی رو علیه کشتی‌های نظامی آمریکایی‌ها انجام دادن. می‌خوام یک سوال رو هم مرور بکنیم و اون سوال این هست که آیا اقداماتی که نیروهای مسلح ایران انجام دادن، تمرکزی که انجام دادن روی ساخت این قایق‌های تندرو، اقدامات مؤثری میتونه باشه؟ شاید اینطور به ذهن برسه که ما یک سری جزیره متحرک رو در مقابل خودمون داریم که این جزایر متحرک هر کدوم چند هزار نیروی نظامی روشون هست، بعد ما با یک سری قایق کوچولو این جزایر رو به چالش بکشیم. آیا این عقلانی هست؟ آیا همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا فلسفه قایق‌های تندرو رو میخوایم امشب یک مروری بکنیم. فکر میکنم نکاتی که امشب براتون میگم جدید باشه و فکر میکنم که بتونه کمک بکنه تا یک دید جدید نسبت به اون چیزی که در نیروهای مسلح ایران داره اتفاق میفته پیدا بکنیم. قبل از اینکه بحث قایق‌های تندرو رو مطرح بکنیم، میخوام یک نکته رو با شما در میون بذارم. یک ابهامی در ذهن آیت الله خامنه‌ای وجود داره، اینطور که من شنیدم و بعضی از دوستان بهش اشاره کردن. این شخص همواره یک موضوع توجه داره، موضوعی که بعضن در سخنرانی‌هاش دیده شده و سعی کرده روی اونها مانور بده. کمتر کسی رو دیدم در طول سال‌های اخیر، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، که روی این قضیه تمرکز کرده باشه و یا اینکه پیرامون صحبت کرده باشه. اون هم وضعیت ایران در دریاها هست. اون دغدغه‌ای که آیت الله خامنه‌ای بارها در صحبت خودش بهش اشاره کرده و همین دغدغه باعث شده که تمرکز ویژه‌ای روی بحث نیروهای دریایی ایران داشته باشه. سابقه ایرانی‌ها در حوزه دریا هست. یک سخنرانی ایشون داره، این سخنرانی مربوط به 30 بهمن ماه سال 88 هست. ایشون در این سخنرانی میگه که ما چیزی در حدود 700-800 سال سابقه دریانوردی داشتیم و اون موقع که از خلیج فارس کشتی‌هامون به نقاط مختلف دنیا می‌رفتن، به نقاط مختلف آسیا می‌رفتن، این کشورهایی که امروز در حوزه دریانوردی تبحر دارن، شهرت دارن و ادعاشون میشه، اصلا وجود قابل ذکری نداشتن و اقداماتی انجام نداده بودن. این صحبت‌ها تاکید می‌کنه برای اینکه نیروهای دریایی ایران تمرکز خودشون رو بر خلیج فارس گذاشته باشن خیلی درست نیست و باید بر روی سواحل طولانی دریای عمان تمرکز بشه، باید روی فراتر از خلیج فارس تمرکز بشه، نگاه ویژه‌تری به دریای عمان داشته باشیم. من یک نکته رو به طور خلاصه اینجا بگم. در بین افرادی که داریم در کشور خودمون در حوزه سیاست می‌بینیم، خیلی‌ها دغدغه‌شون این هست که فعالیت‌های سیاسی داشته باشن، به این رویا می‌پردازن که بتونن حاکمیت داشته باشن، بر مردم حکومت بکنن. اون چیزی که در صحبت‌های ایشون در طول سال‌های گذشته دیده میشه این هست که تلاش‌هایی باید صورت بگیره که ایرانی‌ها بتونن به اون نقطه اوجی که در طول تاریخ درش قرار داشتن برگردن و به اون نقطه اوج برسن. اجازه بدید این نکته رو اینجا بگم. برخلاف اون نگاه کاریکاتوری که رسانه‌های وابسته تلاش می‌کنن از ایشون معرفی بکنن، تأکید به رسیدن ایرانی‌ها و کشور ایران به اوج قدرت و یک جایگاه ویژه‌ای بین‌المللی نکته‌ای هست که در صحبت‌های ایشون به خوبی قابل مشاهده است. تا اینجا پرداختیم به اینکه بحث خلیج فارس و بحث دریای عمان و بحث نیروهای دریایی به شدت برای آیت الله خامنه‌ای مهم بوده، مکرر تلاش کرده تا توجه نیروهای مسلح رو به این قضیه جلب بکنه. اما در بین نیروهای مسلح ما این ارتش جمهوری اسلامی بوده که اون بحث از صحبت‌های ایشون که باید تمرکز ما فراتر از خلیج فارس بره رو به طور جدی روش تمرکز کرده. ارتش در طول این سال‌ها ناوگروه‌هایی رو به فراتر از خلیج فارس فرستاده و اقداماتی رو فراتر از خلیج فارس انجام داده، اقداماتی که به شدت آمریکایی‌ها رو نگران کرده. شما وقتی فضا رو رصد می‌کنید میگید خب ما یک ارتشی داریم، یه تعداد نیروی نظامی برای مقابله با دزدان دریایی فرستاده به سومالی، یه نیروی دریایی هم داریم در داخل آب‌های خودمون به نام سپاه پاسداران که داره با قایق‌های تندروش اقداماتی رو انجام میده، یک مجموعه از موشک‌ها رو داریم، مجموعه از پهپادها رو داریم. در واقع هر کدوم از اینها رو جدا از هم تعریف می‌کنیم. البته طرف مقابل به این شکل به شما نگاه نمی‌کنه و نگاهش فراتر هست. به طور خلاصه براتون بگم، آمریکا در اقیانوس هند یک جزیره داره، در شب‌های گذشته بهش اشاره کردیم. این جزیره اسمش دیگو گارسیا هست. آمریکایی‌ها وقتی اقدامات نیروهای دریایی ارتش در اقیانوس هند، در خلیج عدن، در نقاط دیگه دنیا رو می‌بینن، پیش‌فرضشون اینه، میگن ایران تمرکزهایی رو بر روی ساخت موشک‌های کروزی که بردشون بالا باشن انجام داده و حالا ارتشش رو چند هزار کیلومتر آنسوتر از خودش از طریق دریاها فرستاده و این میتونه در شرایطی که ما تصمیم بگیریم از ظرفیت این جزیره علیه خلیج فارس استفاده کنیم برای ما خطرآفرین باشه. در واقع جزیره دیگو گارسیا یک جزیره بوده که آمریکایی‌ها در طول سال‌های گذشته برای پیشبرد اهداف خودشون در شرق آسیا ازش استفاده می‌کردن.
میشوند. بعد از یک مدت متوجه این میشن که میتونن از ظرفیت این جزیره برای تمرکز بر غرب آسیا استفاده بکنن. در جنگ با عراق در زمان حکومت صدام یک بار از این جزیره استفاده میشه، بمب افکن ها از این جزیره میان اقداماتی رو انجام میدن و عملیات موفقی انجام میشه. حضور نیروهای ارتش در فراتر از خلیج فارس یکی از موضوعاتی هست که به شدت تمرکز آمریکایی ها برای استفاده از این جزیره رو از اونها گرفته. من امشب سعی کردم به مناسبت روز ارتش یک بخشی از اقدامات موثری که ارتش برای ما در طول این سالها در دریاها انجام داده و طرف مقابل به خوبی این اقدامات رو فهم کرده رو برای شما مرور بکنم. برگردیم به بحث خودمون. موضوعی که داشتیم با هم مرور می‌کردیم قایق‌های تندروی ایران بود، قایق‌هایی که در روزهای گذشته ناوهای دریای آمریکا رو به چالش کشیدن. یک نکته رو پیرامون این قایق‌ها باید بدونیم، شبکه سی ان ان یک گزارش رو قبلا در خصوص این قایق‌ها پخش کرده بود، اشاره کرده بود به اینکه این قایق‌های تندرو اصلاً در حوزه نظامی استفاده نمی‌شده. اگر بخوام به سابقه‌اش نگاه بکنیم، در یکی از مسابقات المپیک دیوید بکهام در مراسم افتتاحیه با یکی از این قایق‌ها میاد و مراسم رو برگزار می‌کنن. این قایق‌ها معمولاً قایق‌های مسابقه‌ای بوده که ایران اینها رو میاد وارد حوزه نظامی می‌کنه. اولین بار در سال 88 این قایق‌ها وارد ایران میشه. ماجرای وارد شدنش به ایران هم ماجرای جالبی هست. ایران در حوزه نظامی تحریم هست، این قایق هم به ایران فروخته نمی‌شده. یک واسطه نظامی پیدا میشه و این قایق رو برای حمل به ایران تحویل یک کشتی دیگه میدن. این کشتی در حال آوردن این قایق به سمت آب‌های ایران بوده. در اقیانوس هند آمریکا متوجه میشن که این کشتی داره یک قایق تندرو رو به ایران میبره و تلاش میکنن از طریق یکی از ناوهای خودشون از ورود این قایق به ایران ممانعت بکنن. اینکه چه اتفاقاتی در اون روز پیرامون این قایق میفته خودش داستان مفصلیه. آمریکایی‌ها تا 500 متری کشتی که این قایق رو حمل کرده میان، بعد متوجه میشن که یگانهای نظامی ایران در دریا دارن نزدیک این قایق میشن و زمانی که متوجه میشن که ایرانی‌ها به 60 کیلومتری این قایق رسیدن و آمادن که یک تقابل جدی داشته باشن و میخوان به هر شکلی شده جلوی توقیف شدن این محموله رو بگیرن، از ادامه فشار آوردن به این کشتی منصرف میشن و به این شکل در اوایل سال 88 این قایق تندرو وارد ایران میشه و بعد به یکی از اثرگذارترین های ایران در حوزه دریایی تبدیل میشه. حالا نکته جالبی که باید بهش توجه کنیم این هست که در طول این سالها آمریکایی‌ها و دیگر نیروهای نظامی بر این باور بودن که ایران صرفاً میخواد در حوزه دریایی از اینها برای به چالش کشیدن آمریکایی‌ها به این شکل استفاده بکنه که یک سری نیروی نظامی رو روی اونها بذاره و اونها رو به سمت ناوها حرکت بده. بر اساس همین نگاهی که به این قایق‌های تندرو داشتن و بر اساس همین نگاهی که به اقداماتی که ایران می‌خواد از طریق اینها انجام بده داشتن، انگلیسی‌ها اومدن مشابه همین ایده رو از ایرانی‌ها گرفتن در دستور کار قرار دادن. یعنی چند سال بعد از اینکه ایران این قایق‌ها رو موفق شد مهندسی معکوس بکنه و سراج یک رو بر اساس اینها بسازه، انگلیس میاد از همین قایق‌ها در نیروی دریایی خودش استفاده می‌کنه. حالا البته نکته‌ای که نیروهای مسلح دنیا به خصوص آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بهش رسیدن این هست که این قایق‌ها اصلا قرار نیست به این شیوه توسط ایران به کارگیری بشه و تمرکز ایران بر این هست که بیاد بر روی مجموعه‌ای از نبردهای بدون سرنشین کار بکنه. نبردهایی که در اون ترکیبی از قایق‌های تندرو و پهپادها به کمک نیروهای دریایی ایران میاد تا بتونه طرف مقابل رو به چالش بکشه. اقداماتی که ایران در تمرکز بر روی این قایق‌های تندرو انجام داد هزینه‌های سنگین رو طرف مقابل و به دشمنان ایران تحمیل کرد. انگلیسی‌ها اولین کشوری بودن که بر روی مشابه سازی این قایق‌ها در یگان‌های دریایی خودشون تمرکز کردند. تقریبا همه کشورهای خلیج فارس بعد از اینکه ایران روی این قایق‌ها تمرکز کرد، قراردادهای خرید قایق‌های تندرو رو با دیگر کشورها بستن. اگه بخوام براتون مثال بزنم، امارات یک قرارداد 272 میلیون دلاری می‌بنده که یک مجموعه از قایق‌های تندرو رو از سوئد بخره. هر کدوم از این قایق‌های تندرو برای اماراتی 11 میلیون دلار تموم میشه و این قایق‌ها نهایتاً سرعتش 59 کیلومتره. این رو تو ذهنتون داشته باشید که در خصوص قایق‌های تندرو ایران سرعت‌هایی حداقل 100 کیلومتر و تا سقف 150 کیلومتر و 160 کیلومتر هم گفته شده و این رو مقایسه بکنید با خریدهایی که کشورهای مشابه انجام دادن، خریدهایی که البته خریدهای موثری هم نیست. فکر می‌کنم حداقل 3 شب دیگه نیاز باشه که این بحث رو جلو ببریم تا بتونیم یک دید دقیق به شما در خصوص نیروهای دریایی ایران و چیزهایی که اندیشکده‌ها پیرامونش میگن و مهندسی‌های معکوس و شبیه‌سازی‌هایی که کشورهای دیگه از روی اون انجام دارن برای شما بگم. اگر موافق بودید این بحث در طول شب‌های بعد ادامه پیدا بکنه، در کامنت‌ها به ما اعلام بکنید و اگر احساس می‌کنید که فعلاً نیاز نیست این بحث مرور بشه، این رو در کامنت‌هاتون به من اطلاع بدید که تلاش بکنیم این بحث رو زودتر جمع‌بندی بشه. شبتون بخیر.